تاریخ مرزی میان گذشته و آینده به زمان بیان. سربازان زبون و خار و شکست خورده اسکندر در پشت دروازه های دربند پارس با دادن زخمی ها و کشته های بسیار مایوس و سرفکنده شدند. غرور سربازان یونانی و مقدونی به سرکردگی اسکندر شکسته شده و روح یأس و ناامیدی در کالبد ناتوان اونها موج می زند. ما باید داخل چادر اسکندر بریم تا راه رسیدن به آریو برزن رو پیدا کنیم. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره که ما به آریو برزن اطلاع بدیم؟ چرا، اگه یه کبوتر نامه برداشتیم دیگه مشکلی نداشتیم. حالا که نداریم میتونیم با آتیش به اونا علامت بدیم. آره فکر خوبیه داداشی. با وجود این همه مشعل آخه آتیش که علامت خوبی نیست. ظاهرن چاره نداریم جز این که خودمون بریم اونجا، اما مشکل اصلی اینه که ما راهو بلد نیستیم داداشی جونم. تنها راهی که داریم اینه که از طریق اسکندر و سپاهیانش به اونا برسیم. دیگر از این بدتر نمیشود. باعث سرشکستگی است. نباید خبر به گوش یونانیان و اهالی مقدونیه برسد. چگونه با این لشکر شکست خورد و زخمی میتوان از آن دنگ عبور کرد؟ سربازان ما پس از این شکست مایوس و ناتوان شده اند. خبر این شکست ایرانیان را در برابر ما قرار خواهد داد. اگر ما نتوانیم سپاهیان اندک آریا برزن را از میان برداریم، به زودی در قلمروهای تحت سلطه ما شورش به پا خواهد شد و ما آنچه را که از سرزمینهای ایران تاکنون تصرف کرده ایم از دست خواهیم داد. این یک بدبختی است. ما غافلگیر شدیم که اگر غافلگیر نشده بودیم با وجود حیله جنگی آریو برزن سپاهیان ما میتوانستند از تنگه عبور کنند. تو به من بگو، من میگویم با این لشکر شکست خورد و زخمی چگونه میتوان از آن تنگه عبور کرد؟ سربازان ما پس از این شکست ناتوان شده اند. بگو چگونه میتوان بر این یأس غالب آمد و در ایشان انگیزه ایجاد کرد؟ راه حل گذر از این تنگه چیست؟ تو بگو، زود باش بگو. اگر ما یک سپر بزرگ و قوی بسازیم و آن را بر پشت اسب‌ها ببندیم، سربازان ما میتوانند از ایران عبور کنند و از تنگه بگذرند. فرصت انجام چنین کاری را نداریم. وانگهی صخره‌های بزرگی که از ارتفاع بلند کوه به زیر می‌آید را چه کنیم؟ هر سپری را در هم می‌کوبند. ما تنها یک راه داریم و آن این است که راه نفوذ به قله کوه را پیدا کنیم. کدام راه سرورم، کدام راه؟ تنها راهی که به قله کوه میرسد در آن سوی تنگه است. بنابراین ما جز عبور از تنگه راه دیگری نداریم. وانگهی معلوم نیست که اگر عده‌ای از سپاهیان ما از تنگه هم بگذرند بتوانند آن راه را بیابند و از آن عبور کنند. ای بابا سرورا، این مرد از راه رسیده ادعا می کند که راه رسیدن به قله کوه را می داند. اگر آن راه را به من نشان دهی دهانت را پر از سکه های طلا خواهم کرد. فهمیدی؟ سرورم، عبور شما و سپاهیان از این تنگه یک خودکشی دست جمعی است. شما هیچگاه از این تنگه عبور نخواهید کرد مگر آنکه به قله کوه دسترسی پیدا کنید. تو به من بگو چگونه و از کدام این راه باید برویم. جنگلی که درست پشت این کوه قرار دارد و پس از آن یک صخره صاف قرار دارد که در دل آن یک غار است. این غار دو دهانه دارد، دهانه ای که از آن وارد می شویم و دهانه ای که از آن خارج می شویم. وقتی از دهانه غار خارج شدیم، یک کوره راه باریک پر پیچ و خم وجود دارد که برفگیر و لغزنده است. اگر این کوره راه را به سمت جنوب ادامه دهیم، به یک کوه بلند می رسیم. راه دشوار و صعب العبور است. اگر تنها راه رسیدن به آریو برزن این باشد، ما باید از آن راه عبور کنیم. بله، اما تو نگفتی که این راه را از کجا میشناسی؟ سرورم، من در جوانی در یکی از جنگ‌ها به اسارت ایرانیان درآمدم. ایرانیان عادت دارند از اسیران جنگی به خوبی پذیرایی و به آنها مهربانی میکنند تا از مهارت‌های آنها در آبادی شهرهایشان بهره ببرند. من در آن زمان برای ساختن بند و سد بر روی آب‌های جاری و رودخانه‌ها در این مناطق کار می‌کردم. زیرا سرزمین پارس سرزمین وسیعی است که کشاورزان برای مزارع خود نیاز به انباشت آب فراوانی دارند.
دیگر درن جایز نیست. همینک من با گروهی از زبده‌ترین سپاهیان خود به همراه این مرد از راهی که به پشت سر سپاهیان ایرانی خرد می شود می روم و تا فردا قبل از روشنتر شدن هوا از پشت سر به سپاه آریا برزن شبیخون خواهم زد. تنها راه گذشتن تنگه پارس است و تو ای کرتر همراه با پیاده نظام و چند صد تیرانداز تا اولین درخشش پرتاب نور خورشید به تنگ حمله کن تا آریو برزن مشغول سرگرم گردد و گمان کند که سپاه ما قصد دارد از تنگ بگذرد، تا هنگامی که من و افرادم با او در نبرد هستیم از دو جبهه احساس خطر کند. وقتی شیپورهای ما به صدا درآمد بدانید که من در جنگ با آریو برزن به پیروزی رسیدم. مشعلها را دو برابر کنید تا سپاه ایران همچنان گمان برند که همه سپاهیان من در اردوگاه حضور دارند. آنها به هیچ وجه باید مطلع شوند که من با یافتن راه مخفیانه قصد حمله به مواضع آنها را دارم. آرومتر، من خسته شدم. میدونی اگه ما آریو برزن رو از توطئه اسکندر با خبر کنیم سرنوشت تاریخ ایران عوض میشه و اون وقته که دست بیگانگان سالها از سرزمین ایران کوتاه میمونه. بله، ولی آخه پاهای منم برای این همه راه رفتن خیلی زیاد خسته شده. پدر بزرگ، کار من دیگه تمومه. من اونا رو به زمان حال میارم، همونطور که اونا رو به اعماق تاریخ فرستادم. نه نه نه، به هیچ وجه الان این کار رو نکن. حال میده. چرا آخه؟ چون بهمن و مریم الان قراره به آریو برزن کمک کنن. روبی تو اشتباه کردی، نباید بدون اجازه من این کارو میکردی. من نمیتونم فرمانای متفاوت رو همزمان بگیرم. شما به من فرمان دادید اونها رو به زمان حال بیارم، اما حالا که این فرمان رو انجام دادم میگین اونو اجرا نکن. من مثل شما انسان ها نیستم که بتونم دوتا فرمان متضاد رو درک کنم و بدونم کدوم انجام ندم کدوم انجام بدم. سیستم من همزمان فقط یک فرمان رو دریافت میکنه. قربانت کردم، سیستم من یک فرمان از سر برم، یک فرمان بیشتر اجرا نخواهد شد. ببین روبی، تو همیشه کار ما رو خراب میکنی. مریم جان، تو خوبی؟ چیزی نشده؟ ببینم جایت نشکسته که. بله، مثل این که برق آسمون به همون اصابت کرده. اما آخه آسمون که صافه و رد و برقی نیست. همون داداشی بدنم افتاده به لرزه. منم همینطور. مریم جان پاشو عزیزم، پاشو. مهمن مریم، نگران نباشی بچه هایم. پدر بزرگ چی شده؟ چه اتفاقی برای ما افتاده؟ اون رد و برق دیگه چی بود؟ روبی بدون اجازه من برنامه بازگشت شما رو به زمان حال داشت اجرا میکرد. من اونو متوقف کردم تا شما کاری که قراره انجام بدید رو به پایان برسونید، یعنی به کمک آریو برزن برید. پدر بزرگ، بهتر نیست که روبی رو تو انبار زندانی کنی؟ آخه اون همیشه کارا رو خراب میکنه. اگه میتونستم این کار رو میکردم، ولی واقعا من به کمک اون برای بازگشت شما احتیاج دارم بچه‌ها. نمیتونم همچین کاری بکنم. یعنی شما میخواین بگین که فقط اونه که میتونه ما رو به زمان خودمون برگردونه پدر بزرگ؟ البته من منتظرم پس از کمک به آریو برزن شما رو از گذشته به زمان حال بیارم. قطعا این کار رو میکنم. مریم جون نگران نباش، فردا مادرت میاد اینجا، اون وقت میتونی باهاش صحبت کنی و از جاهایی که رفتی برش تعریف کنی. ازت ممنونم. مریم جان یه ذره زودتر رسیدی، داریم به دهانه یه غار نزدیک میشیم. بیا یکم تونتر خواهر جون، بیا دیگه. مریم یکم سریعتر، داریم میرسیم. بهمن، دهانه یه غار اونجا معلومه. باش، داریم به دهانه کار نزدیک میشیم دو داشتی جونم.
ببین نرگس جان، بچه ها بعد از اینکه از غار بیرون بیان میبایست با تحمل سرما و خطراتش خودشونو به بالای کوه برسونن. فقط امیدوارم سوز و سرمای برف اونا رو مریض نکنه. نرگس جان حواست باشه روبی کار خرابی نکنه. چه کنم که به اون برای برگردوندن بچه ها نیاز دارم. باشه پدر بزرگ، چه چشمی موازی بشم. مریم یه فکر بکر زده به سرم، میخوای برات بگم؟ چه فکری داری؟ من میگم بیا بریم پشت این صخره ها قایم بشیم، بعد با پرتاب گوله های برف اونا رو دچار تفهم کنیم. ما نامریم و اونا حسابی از همون میترسن. فایدگیشی برای ما چه فایده ای داره آخه برمان؟ فایدهش اینه که یه مدت اونا رو معطل میکنیم و موفق میشیم که خیلی زودتر از اونا به سپاه آریو برزن برسیم. در ضمن اسم این کار شیطنت نیست، بلکه عملیات و تاکتیک جنگیه که ما بر علیه یونانیان میخوایم به کار ببریم. Thank you.